سلام علیکم، من امین غلامی هستم. امروز در خدمتتونم میخوام در مورد اندرویید آرکیتکچر کانفرنس صحبت کنم. توی این ارائه اول یه خورده در مورد خود اندرویید آرکیتکچر کانفرنس صحبت میکنیم، ببینیم چی هست، چه چیزایی داره، و بعدش یه سری کامپوننت داره این اندرویید آرکیتکچر کانفرنس که اون کامپوننت هاشون دونه بررسی میکنیم. چهار تا کامپوننت، سه تا کامپوننت شما بررسی میکنیم. روم رو خیلی کمتر، بیشتر لایو دیتا و اندروید ویو مدل رو بررسی میکنیم و بعدش هم میریم سراغ یه کد نمونه که ببینیم چجوری یه کد ساده نمونه من آماده کردم که چجوری اینا با همدیگه میشه چسبوند و یه پروژه ساده اولیه در آورد. و در ادامهش هم توی قسمت کد نمونه یه سری چیزای پیشرفته‌تر کم دارم و بعدش هم پروژه خودمون هم چند تا مثال عملی آوردم که ببینیم چی شد. خب، چیزی که اندروید آرکیتکچر کامپوننت هست یه مجموعه از کتابخونه ها و کامپوننت ها اومده بگه معرفی کرده که اینا سعی شده که یه معماری و یه پلتفرمی تقریبا، یعنی چیز شبیه پلتفرمی برای اندروید ارائه بده و باعث میشه بتونن معماری بهتر داشته باشن. و یک کار خیلی خوب دیگه هم میکنه اینه که اگه کامپوننت که استفاده بکنید خیلی راحت‌تر میتونید برنامه رو تست کنید. بسیار مهم میشه. خب، از مزایایی که گفته یکی اینکه دیتا رو مقاوم میکنه، یعنی اینکه یه دیتایی که از سرور میگیریم توی همون طرف کلاین میمونه که وقتی آفلاین هم هست به دیتا دسترسی داشته باشه. بعدش لایف سایکل های توی اندروید اکتیویتی ها و فرگمنت ها رو بهتر هندل میکنه و خیلی هم برنامه رو ماجولار میکنه. یعنی معماری MVVM که داره باعث میشه که کلا قسمت منطق برنامه از قسمت یو آی برنامه و قسمت داده برنامه جدا شه و اگر خوب از این استفاده کنیم واقعا میشه این ستا رو جدا کرد، یعنی اینکه هیچ ربطی به هم دیگه نباشن جداگونه زدیشون. ماجرا شدنه خیلی به برنامه کمک کنه. دو تا چیز دیگه هم هست ادعای کردن که باعث میشه که خطاها کمتر شه بعد از معماری و کدایی که همینجور من خودم میگم کدای کثیف‌کاری که باید بزنی خیلی جاها اونا رو کم میکنه، کدا رو تمیزتر میکنه. خب، اون کارهایی که گفتن رو اسم کامپوننت ها یک کامپوننت رومه که قبلا اینجا بچه ها ارائهش دادن سه سری قبل بعدش کامپوننت لایو دیتا داره. لایو دیتا یه چیز جدیدی که معرفی کرده و لایو سایکل ویر هست، یعنی از این شرط های لایو سایکل اکتیویتی ها و فرگمنت ها بگاره. بعدی ماجرا بعدی ویو مدل و خود مفهوم لایف سایکل و آخرش هم دیتا بایننگ هست. من الان توی این ارائه در مورد روم کمتر حرف میزنم، این در حد چیز کوچیک بگم منظورم چیه، و بعدش در مورد لایف دیتا و ویو مدل بیشتر صحبت میکنم. دیتا بایننگ هم دوستمون رحمت شما کشم. خب، من الان تعریف موضوع کردیم، بریم بررسی این کامپوننت ها. روم یه ORM یعنی یه واسطه که میذاره که با دیتابیس به صورت شیگرا برخورد کنی. یعنی خروجی که از دیتابیس برای ما میگیره اون آبجکت های توی جاوا که داشتیم، خروجی های دیتابیسمون رو از اون آبجکت ها میگیره و اونها رو خروجی به ما میده که به اصطلاح بهشون میگیم پروجر. بعد یه نکته اساسی هم که روم داریم که اون کدای اسکیولی که میزنیم توی زمان کدای اسکیولی که میزنیم اینجا زمان کامپایل تست میشن و اگر ایرادی داشته باشن گفته میشن. این کار باعث میشه که خیلی از باگایی که داریم رو همون زمان کامپایل بفهمیم دیگه به زمان اجرا نرسن. من اینجا یه مثال از یه آبجکت روم آوردم که ساخته اون دعایی که میبینید که بالای خود کلاس نوشته، یعنی میخواد بگه که این یه اینستنس داره میشه که میتونه ذخیره بشه توی دیتابیس با استفاده از روم. و روم کاری که باید بکنیم اینه که یه اینترفیس تعریف میکنیم و تابعهای مختلف مثل اینزت و کوئری هایی که داریم رو باید بدیم. حالا من خیلی
سریع بخوام بگم این که یه سری متدای دست داره مثل اینزرت دلیت، اون اینزرتی که اول زدم، اینا باعث میشه که یه چیزی رو بتونی اینزرت کنی توی دیتابیس. و یه چیز هم داره به کوئری که میتونیم روی دیتا کوئری بزنیم روی دیتا. مثلا خط این فایند آل تریزی که پایین تابع دوم هست اینجا، اون سلک استار فرام ترید، این ترید یه تیبل توی اسکیولایت که تشکیل شده و اینجا تمام اون تریلا رو در میاره و به صورت یه لیستی از اون آبجکت های پوجو به ما برمیگردونه. خب حالا روم کلن یه دیتابیس قوی که بگیم مثلا میشه هر کوئری اینجا زد نداره. مثلا تو ریلیشن اینجا خیلی مطرح نیست که بخواهی هندل کنید، مثلا خیلی ریلیشن بخواهی هندل کنید اینجا نباید دیدیم. مثلا دو تابع داشته باشیم یه کوئری بزنیم که اینا رو جوین کنه، از اینجا کارا نداریم. خب لایف دیتا یه چه جدیدی که معرفی کرده اندروید، کاری که میکنه اینه که دیتایی که بهش میدیم روش کسایی که هستن یه امکانی فراهم میکنه که بتونن کامپوننت های مختلف ابزار یو آی ها، مثلا یه اکتیویتی یا یه فرگمنت یا یو آی دیگه روی این لایو دیتا ابزرو کنن. یعنی به این معنی که هر موقعی که دیتای جدیدی بهش اساین شد، اون موقع اون تابعی که بهش دادن رو فراخوانی کنه. مثلا اگر یه لایو دیتا یه کار یه یوزر رو نگه داشته باشه، وقتی که میگه فیلد اون یوزر رو در تغییر میده، اون باعث میشه که اون لایو دیتا بره تمام کسایی که ابزروش کردن رو فراخوانی کنه. یه ویژگی هستی هم داره، اینه که لایف سایکل اویل، یعنی اینکه میدونه چه کسایی که الان نیاز هست فراخوانی کنه، چه کسایی نیاز نیست فراخوانی کنه. کلاً هم روال کار اینجوریه که یه بروزرسانی دیتا که توی لایف دیتا انجام میشه، یو آی های مختلف که اونا ابزرو کردن تابعه هاشون فراخوانی میشه و اونا میتونن اون دیتا رو روی صفحه نشون بدن توی یو آی که دارن. خیلی کسایی که جاوا اسکریپت کار کرده باشن خیلی با این منطق لایو دیتا رابطه خوبی برقرار میکنن. یه جوری مثل یه معماری ایونت بیس میمونه، یعنی کاری که میکنه لایو دیتا، یعنی هر تغییر دیتا یا هر اتفاقی توی یه سیستم رو یه ایونت میبینه که میاد اون رو پروپاگیت میکنه توی یه سیستم، جایی که اون رو ابزرو کردن رو میفرسته براشون. دو تا وظیفه اصلی داره لایو دیتا. یکی این که داده‌های برنامه رو منتقل می‌کنه، مثلا همون آبجکت یوزر که گفتیم، بعد انجام آبجکت یوزری که داریم، همون پوجاهای توی جاوا داریم. یه کار دیگه هم که انجام میده این که ایونت‌ها رو انتقال میده. ایونت‌ها من منظورم اون اکشنایی که انجام میشه، مثلا اینکه ویو مدل ما می‌فهمه که یه دکمه فشار داده شده، یا اینکه یه یوزر به یه امتیاز خاص توی بازی رسیده میخواد یه اتفاقی بیفته. حالا برای اینکه این اتفاق اعلام کنه به یو آی یا به کسای دیگه ای که هستن، اینو میاد یه لایو دیتا رو توش یه ایونت منتشر میکنه. حالا کسایی که این ایونت رو میگیرن میتونن کارهای مختلف بکنن، مثلا اینکه یه پیغام هشدار بدن یا یه امتیاز بدن به طرف، یا یه کار ببرن به یه صفحه جدید برنامه رو. کلن اگر من بخوام یه مثال بزنم از استفاده از لایو دیتا، این کدی که اینجا میبینیم اون خط بالاش دی آف ویک یه میوچبل لایو دیتا که یه اینستنس از لایو دیتایی که میشه روش ایونت جنریت کرد، یعنی پست ست کرد دیتا رو. اون خط اولش یعنی تعریف یه لایو دیتا تقریبا. بعدش اون خط دوم تا چهارم که پایین هست، این خط دوم تا چهارم باید توسط یه اکتیویتی یا یه فرگمنت، یعنی یه چیز یه کامپوننت یو آی انجام میشه معمولا، که باید یعنی اصلا باید لایف سایکل اونر باشه. اون دیسی که اونجا نوشته یعنی یه اکتیویتی مثلا که این خط رو زده، و دومیش هم یه تاور رو زده به صورت رندوم فانکشن. یعنی چیزی که میگه این که بعد از اینکه دی آف
یعنی معنی خط دومی میشه که بعد از اینکه این دی آف وی که تغییر کرده، دیتا جدید اومد توش، این دیتا رو به عنوان ورودی بگیر و اون قسمت بین دو تا کوراژه که بدنه تابست رو اجرا کنه. حالا تو اون بدنه تابه هم گفته بیاد تیه تکس ویو رو تکسش رو سیف کنه. مثلا توی اگر داده ها به صورت این پایین باشن، یعنی اینکه توی لایف دیتا مون ترزه باشه و اون متن بالا رو بخواد چاپ کنه، اون نتیجه خروجی سمت چپ رو گرفته. حالا اتفاق خوبی که اینجا میفته اینه که ما موقعی که داریم دی آف ویک رو آپدیت میکنیم، دیگه نباید نگران جاهایی باشیم که به دی آف ویک وابسته هستن، چون کسایی که به دی آف ویک وابسته هستن خودشون اومدن آبزرو کردن و اون کاراشون رو انجام میدن. مثلا الان اگر ما بخوایم تزه رو به فرایده تغییر بدیم توی هر جایی خود، کافیه که توی متغیر دی آف ویک مثل دی آف ویک داشت ست ولیوی فرایده. با این کار دیگه یعنی لازم نیست بریم جای دیگه ای که به وابسته به فرایده هستن رو بریم چک کنیم. خود این دی آف ویک چون که یه لایو دیتا هست، خودش میده به تمام کسایی که لازم است این اطلاعات فرایده رو میده. یعنی ما وقتی فرایده ست میکنیم توی این لایو دیتامون، خود لایو دیتا خودش میره اون تابه‌ای که توی استیج قبول و فراخوانی میکنه و باعث میشه که این یو آی مون آپدیت بشه. حالا یه چیز خوب که داریم اینجا اینه که اون روم که داشتیم، ORM روم، از لایو دیتا پشتیبانی میکنه. یعنی اینکه کوئری هایی که توی روم میزنیم به جای اینکه یه پجا برگردونه، یعنی یه آبجکت جاوا برگردونه، میتونه یه دونه لایو دیتا برای ما برگردونه. و این به این معنی که اگر بعداً این لایو دیتا مقدارش تغییر کرد، دیتابیس ما خودمون یو آی به صورت خودکار آپدیت میشه و دوباره لازم نیست کوئری بزنیم بگیریم. این نگران این قضیه نیستی. یعنی به این صورت میشه یه نفر یه دیتا به یه دیتای دیتابیس وابسته است، یه لایو دیتا ازش میگیره، یه اکتیویتی که به دیتا وابسته میخواد نشونش بده، یه لایو دیتا از دیتابیس میگیره و روی اون ابزرو میکنه. بعد اون وقت مطمئنه که هر موقع این دیتا عوض بشه اونجا میاد دیتاش. اون اینستنسی که اول ارائه داشتیم در مورد روم بود، دیتایی که نشون بود، این همون آبجکت داره است. و حالا من بیشتر اون قسمت دومتون فاین آلترینز رو نگاه کنید که الان یه لیست از سریلا برمیگردونه، یعنی کوری که زدی یه لیست از سریلا برمیگردونه. حالا ما چیزی که روم پشتیبانی میکنه اینه که ما میتونیم بگیم به جای اینکه یه لیست از تریلا برگردونه، یه لایو دیتا برگردون که یه لیست از تریلا دیتاش هست. این کار باعث میشه که موقعی که ما این لایو دیتا رو از این روم میگیریم، بعداً هم که اگه این دیتا تغییر کنه به ما اعلام بده. مثلا یه تریل جدید اگه به دیتابیس عوض شه و نتیجه این کوئری که اون بالا زده سلکت استار فراپ تری، نتیجه اون کوئری یه چیز جدید بشه، روم میاد دوباره ما رو فراخوانی میکنه. و یه نکته دیگه هم داره لایو دیتا، اینه که موقعی که لازم نباشه ما رو فراخوانی نمیکنه. مثلا موقعی که یه اکتیویتی توی استیت فعال نیست هم فراخوانی نمیکنه، یعنی خودش این رو تشخیص میده. لایف سایکل لیبل بودن همین معنی رو. خب حالا یه خود با کدم بزنیم صحبت کنیم. ببینید اینجا یه کدی که میبینید توی قسمت یو آی، یعنی که مثلا توی یه اکتیویتی نوشته شده و روی یه متغیر تریز که از نوع لایو دیتای از همون فایند آل تریز هست اومده ابزرو کرده و اونجا میاد آیتماشو توی یه ریسایکل ویو قرار میده و نوتیفای دیتاست چنجشو صدا میزنه. حالا روال کار اینجوری که روم یه لایو دیتا جنریت میکنه، خروجی میده و این یو آی هم اون لایو دیتا ابزرو میکنه با اون کد بالا و همیشه از این به بعد با دیتابیس سینکه. یعنی دیتایی که داره نشون میده با دیتایی که توی دیتابیس همینجور آپدیت میشه سینک میکنه. کار مزیت اصلیش اینم همون چیزی که اول هم گفتم، اینه که ما هر موقعی که یه دیتا به دیتابیس اضافه میکنیم،
دیگه نگران این که بگردیم ببینیم کجاها باید یو آی آپدیت کنی نیست، همه جایی که باید بشه آپدیت خودش آپدیت کرده و آپدیت میشه. لایف دیتا میگن لایف سایکل اویر هست، یعنی از وضعیتی که صفحه نمایش اون داره و اون اکتیویتی یا فرگمنتی که اون رو یا هر کامپوننت لایف سایکل اونر دیگه ای که اون رو ابزرو کردن و از وضعیت اون رو آگاهه. این یعنی این که میدونه که یه صفحه الان توی یه حالتی که خاموشه یا حالت روشن هست، یعنی داره نشون میده کاربرشو، یا اینکه از بین رفته نابود شده، حالا اطلاع داره که چه جور تو چه استیتی هست کامپوننت. این حالا به ما چه سودی میرسونه؟ این فایده ای که داره اینه که میذاره که ما موقعی که نیاز هست از لایف سایکل ها رو فراخوانی شده برای تا باشون استفاده شد. مثلا اگر یه نفر توی یو آی لیست از یه صفحات نشون داده شده، دائم نیاد اون تابع لیست فراخوانی شه و زمان برشه، یعنی در واقع تابعی که فعال نیستن و فراخوانی نمی کنه، فقط میره سراغ اونایی که فعال هستن. حالا توی لایف سایکل، مفهوم لایف سایکل اول دو تا مفهوم داریم. یکی لایف سایکل آونرز، یعنی اینکه صاحب این لایف سایکل کیه. ما میگیم از لایف سایکل آگاهه، از لایف سایکلش چه کسی، یعنی چه چیزی آگاهه. حالا این یه سری شیء ها مثل اکتیویتی ها، فرگمنت ها یا هر شیء دلخواه دیگه ای که شما خواستید میتونید تعریف کنید و اونو لایف سایکل اول کنید، یعنی یه سری تابع ها باید براش پیاده‌سازی کنید که اکتیویتی و فرگمنت لایف سایکل اول هستن. و در مقابلش یه مفهوم دیگه داره لایف سایکل ابزرور، یعنی لایف سایکل ها نظر رو دنبال میکنن و تغییرات لایف سایکل هاشون رو میدونن، مثل همین لایف دیتایی که داری، یعنی هر لحظه موازن ببینن اون آنری که دارن الان چه وضعیتی داره و چجوری باید دیتاشو بهش برسونن. خب حالا ما اینا رو گفتیم. یه مشکل اساسی توی اکتیویتی ها هنوز داریم که خیلی یعنی میتونم به مشکل ساز باشه، اینکه ما هر دفعه که یه اکتیویتی رو اجرا میکنیم، یعنی اکتیویتی که میره بیرون از صفحه و دوباره میاد لود میشه، یه سری از این تابعایی که توی لایف سایکل هستن فراخوانی میشن. مثلا یه مشکلی که خیلی برمی‌خورم بهش اینه که وقتی که یه صفحه گوشی رو میچرخ کنیم اندروید، دوباره آن کریت یه اکتیویتی صدا زده میشه و یا هر کانفیگوریشن دیگه‌ای که تغییر می‌کنه. یعنی خیلی وقت ما دوباره نمی‌خوایم مثلا اون روال ساخت اکتیویتی رو از اول انجام بشه، ولی این کار دائم واسه اکتیویتی انجام میشه. یک دلیلش هم اینه که دائم اکتیویتی میره کنار دوباره میاد بالا، یعنی مثلا توی صفحه. و حالا ولی ما یه سری کارا داریم که اینجوری نیستن که با هر دفعه رفتن کنار و اومدن باید دوباره اجرا شن. مثلا همون فچ کردن دیتا از دیتابیس، ما دوست داریم دائم اجرا نشه، یا اینکه یه استیتی که یه کاربر مونده، ما دوست داریم این استیت بمونه همینجا و اکتیویتی اگه رفت یه جای دیگه و دوباره اومد دوباره اجرا شد تو همون استیت خودش بمونه. حالا برای که اینو یه خورده بهتر کنیم، مثلا ما این اکتیویتی وقتی کریت میشه آن کریتش صدا زده میشه و همینجور اینجا نگاه کنید توی لایف سایکلش چندین و چند بار ممکنه آن کریتش صدا زده شه. مثلا یه موقعش وقتی که اکتیویتی روتیت میشه دوباره اکتیویتش صدا زده میشه، یا همینجور چندین بار صدا زده میشه، حتی وقتی که فینیش هم میکنید هنوز لایف سایکل اکتیویتی تموم نشده و موقع آن دیستروی اکتیویتی لایف سایکلش ادامه داره، ولی خب فینیشش صدا زده شده. کلا ما اینجا یه مشکلی چیزی که هست اینه که همیشه اکتیویتی رو در دسترسمون نیست. توی لایف سایکل های مختلف میاد، بعدشون چند بار تکرار میشه، بعدشون اذیت میکنه نیست. کاری که ویو مدل برای ما انجام میده اینه که میاد روی تمام این میشینه و همیشه سعی میکنه در دسترس باشه، یعنی از اولی که آن کریت میشه که اکتیویتی یا یه فرگمنت فرق نداره،
و تا زمانی که از بین میره ویو مدل زنده است و مطمئنیم که یه ویو مدل داریم، یعنی اگه یک دفعه بریم برگردیم دوباره همونو داریم حتما، کاری که اندروید ویو مدل انجام میده واسه ما. خب حالا چیزایی که ما توی اندروید ویو مدل میتونیم نگه داریم اینه که ما یه لایو دیتا و لایو دیتا هایی که داریم، یعنی اون دیتا هایی که از دیتابیس خونیم موقعی تغییر میکنن برای ما ایونت میفرستن و همجور بقیه دیتا ها و چیزایی که مربوط به استیت ها میشه و دوست داریم که همیشه داشته باشیم زنده بمونن و میتونیم توی ویو مدل نگه داریم و اونجا داشته باشیم. و نکتهش اینه که این چیزایی که اونجا نگه میداریم چون تمام چرخه اکتیویتی از موقعی که کریت میشه تا موقعی که دیستورد میشه ویو مدل زنده است و بالا هست، تمام این دیتا مطمئنیم که جای خوبی هستن و از بین نمیرن. درست قرار یه نکته داریم که ما باید توی زمانی که اولین بار آن کریت اجرا میشه ویو مدل باید ساخته بشه و از دفعات بعد که آن کریت اجرا میشه خب باید وقتی که میگیم ویو مدل رو بساز دوباره باید همون آبجکت ویو مدل قبلی ما داده بشه که بتونه اون استیت و چیزایی که از قبل توی دیتامون داشتیم و اینجا داشته باشیم. یعنی این عکسه اون سمت چپی ها لایف سایکل خود یه اکتیویتی یا یه فرگمنت رو نشون میدن که دائم اجرا میشن و سمت راستیه مدت زمانی که یه ویو مدل زنده است و به فرق هنوز پاک نمیشه، از حافظه بیرون انداخته نمیشه. منظورم زنده بودن اینه که از حافظه گیر نمیشه، از حافظه بندازیمش بیرون، همیشه کداشو و متغیرهایی که داره از بین نرفته نشون میده. یعنی از ابتدای اکتیویتی که اجرا میشه تا آخرش کارش ادامه میده. خب حالا ما گفتیم باید ویو مدل دفعه اولی که آن کریت اجرا میشه یا هر جای دیگه لایف سایکلی که خواستیم بذاریم، اون ویو مدل رو که خواستیم بسازیم باید ساخته بشه و دفعات بعد دیگه ساخته نشه. و همینطور الان هر ویو مدل به یه اکتیویتی یا یه فرگمنت، یعنی لایف سایکل آنر داره در واقع، یعنی که به اون به لایف سایکل اون وابسته است. یعنی برای یه اکتیویتی اگه ما یه اینستنس یه ویو مدل ساختیم، برای اکتیویتی دیگه که میاد باید یه اینستنس دیگه ساخته بشه، ولی برای خود اون اکتیویتی اگر دوباره فراخوانی میشه باید همون اینستنس قبلی برگردونده بشه. این وظیفه رو یه کلاسی در اختیارمون گذاشته، اندروید آرکیتکچر کامپوننت، به عنوان ویو مدل پرووایدر. ویو مدل پرووایدر این خطی که این پایین میبینیم این سینتکس کدشه که اینجا هست، میگه اون دات آو دیس، این دیس یه اکتیویتی یا یه فرگمنته که توش میخوایم یه ویو مدل بسازیم. یعنی در واقع میگیم که لایف سایکلش و لایف سایکل کی گره خورده روی تا وقتی که مال چه اکتیویتی هست، و اون دات گت هم کلاس یوزر ویو مدل رو بهش باید بدیم که از تایپ یوزر ویو مدل برای ما بسازیم. یعنی بخوام ساده بگم یه چیزی شبیه سینگلتون رو برای یه اکتیویتی پیاده میکنه. یعنی توی یه اکتیویتی این از این یوزر ویو مدل فقط یه دونه یه اینستنس داریم در واقع. ولی خب حالا اگر ما یه بار این کد رو اجرا کنیم توی یعنی برای یه دیسیفی اکتیویتی و دوباره همین کد رو توی آن کریت بعدی اجرا کنیم، تضمینی که ما میدهیم که این همون اینستنس قبلیه اگر دیستروید اکتیویتی صدا زده نشده باشه، یعنی توی همون چرخه همون اکتیویتی باشه. خب حالا ما این چند تا چیز ما الان تا اینجا گفتم، یکی روم رو گفتیم که لایو دیتا برای ما تولید میکنه، یکی هم خود لایو دیتا مفهومش صحبت کردیم و یکم ویو مدل پرووایدر و اندروید ویو مدل، یعنی چند تا مفهوم داشته. حالا من اومدم اینجا یک سری کد ساده زدم که این مفهوم ها رو با هم دیگه ترکیب کنه و ببینیم چجوری میشه از این مفهوم ها استفاده کرد. من اجزای کدم رو با همون چیزایی که اینجا تعریف کردیم رو میگم. هدف این
بذار اول خروجی این برنامه رو من نشونتون بدم. خروجی این برنامه، این بالا یه دونه آبجکت یوزر رو نشون میده که یه اسم، یه فامیل و یه امتیاز داره و با این تکست باکس و این دکمه هم ما میتونیم امتیازش رو تغییر بدیم. یعنی این دکمه رو که میزنیم میره برای همین یوزری که بالا هست، میره امتیازش رو آپدیت میکنه و امتیاز جدیدی که ما تو تکست باکس زدیم رو میذاره. بعدش این پایینم فول نیم، اسم و فامیل اون یوزر رو به هم دیگه چسبونده و یه لیستی هم این پایین داره که این لیست تمام یوزرهاست که یعنی بغیر از یوزرهای دیگه من تو دیتابیس ریختم اونا رو سورت میکنم. حالا نکتهش اینه که من وقتی که یوزر اون بالا آپدیت میکنم، یعنی با این سته امتیاز یوزر آپدیت میکنم، رتبهش توی لیست پایین عوض میشه. ولی خب من نمیخوام موقعی که دکمه سته رو میزنم این دغدغه رو داشته باشم که برم اون جاهایی که تغییر یعنی یو آی به این مقدار اسکور من وابسته است، برم اونجاها اول تغییر بدم دیتامو. حالا این کار رو در دیتا برای من آسون میکنه، یعنی اینکه من الان یک کدی میخوام بذارم که وقتی که ستو زدم فقط به روم بگم دیتا تغییر کرد و خود روم بقیهش رو دیگه با کمک لایو دیتا اندر کنم. من برم حالا قسمت کدای یک چیزیش رو بیارم بررسی کنیم با هم دیگه. خب برای اینکه دیتا این قسمت دیتامون اون مدلمون رو نشون میده که وارون بیاکسازی شد، یه دونه کجای یوزر ما داریم اینجا این کجای یوزر متغیرهایی که داره این متغیرهایی که داره یه آیدی هست که برای آیدی یونیک قرار باشه کنه برای هر اینستنسی، یه نیم، یه لست نیم و یه اسکور داره. این همون چیزهایی که اونجا دیدیم به صورت جداگانه توی دیتابیس ما داره و یه کانسترکتور و گتر و ستر براش نوشتن، چیز دیگه ای نداره. بعدش این یوزر داو، این دعایی که کوئریایی که میخوام روی دیتابیس بزنیم و ما اینجا میتونیم باید بنویسیم، یه اینزرت گذاشتم که یه یوزر اضافه کنه، یه کوئری دارم لود یوزره که میاد یه یوزر رو برای دیتاشو رو برای من برمیگرد، یه آیدی ورودی میگیره و یه دیتا یه یوزر رو برمیگرد. اون دو نقطه آیدی که آخر هست نشون میده که این آیدیه اون متغیر ورودی است. سینتکس روم اینجوریه که بزنه این لود اوردر یوزر میاد تمام یوزرهایی که توی دیتابیس هستن و با میاد اوردر بای اسکور میکنه و به صورت نودولی، یعنی اون چیزی که اسکورش از همه بیشتر هست و بالاتر میذاره. ولی خب اینا رو یه نگاه بندازید، ویژگی اصلیشون اینه که خروجیشون لایو دیتاه هر دو تاشون لود یوزر، یعنی که ما وقتی که به این روم این کوئری لود یوزر رو میگیم اون نمیاد همون لحظه اجرا کنه و دیتا رو به ما برگردونه، اون میاد یه اینستنس لایو دیتا به ما برمیگردونه که ما میتونیم روی اون ابزرو کنیم و هر موقعی که این دیتاش تغییر کرد و بروز شد به ما اطلاع بده و ما رو فراخوانی کنه. و همینطور برای لود اوردر یوزر هم همینطور، یعنی که اگر لیست یوزرها ثابت باشه و ولی اسکوراشون تغییر کنه و رنگ ها عوض شه و جابجا شن باز ما رو برمیگردونه، یعنی ما رو فراخوانی میکنه چون ترتیب خروجیش هم عوض شده، بخاطر همین ما رو دوباره تابمون فراخوانی میکنه و ما میفهمیم برای که میکنه. اون پایین تابه آخر هم یه آیدی و یه اسکور میگیره و تابه رو و دیتابیس رو آپدیت میکنه. روی این من یه رپوزیتوری دارم که میاد همون کارا رو انجام میده و البته یه اگزیکیوتور دارم که توی بک‌گراند انجام بده، تو ترید یو آی نباشه که اپلیکیشن رن کنه. مثلا میگیم دیتابیس رو آپدیت کنه موقعی که اینزرت میخوایم بکنیم توی دیتابیس، ولی موقعی که لایو دیتا میخوایم بگیریم چون که بلافاصله به ما یه لایو دیتا برمیگردونه دیگه نمیاد توی ترید بک گراوند باشه، یعنی اون کوئری که ما با دیتابیس دیدیم خودش بلافاصله به ما برمیگرده. البته چون که بعدا باید روش ابزرو کنیم دوباره
سنکرون اجرا نمیشه، ها سنکرون هست هنوز. خب من این دیتا مدلمون بود. چیزی که دیدیم اینجا، ما اینجا الان این دیتا مدل رو کاملا مستقل پیاده کردیم، یعنی تمام چیزایی از دیتا می‌خواستیم کامل اینجا پیاده شد، ربطی به منطقمون نداریم، کامل جدا تونستیم این کار انجام بدیم. حالا توی یوزر ویو مدل، توی یوزر ویو کاری که می‌کنیم اینه که یه رابط بین دیتا مدل می‌شیم و ویوها، و همچنین اون منطق، جایی که منطق نیاز داریم توی برنامه‌مون رو اینجا پیاده سازی می‌کنیم. و البته هم این هم میدونیم که وقتی یه لایو دیتا ساخته میشه تا آخرش هست همیشه، و یا اینکه یه دیتا جنریت میشه تا آخرش توی این ویو مدلمون میمونه. خب من این بالای این ویو مدل چند تا لایو دیتا رو تعریف کردم. اون خط اول فرست یوزره، یعنی که یه یوزر با آیدی یک رو لود میکنم توی این دیتا که اون بالای اون صفحه خروجی میخوام نمایش بدم. اوردر یوزر اون لیست یوزرهای به ترتیب اسکور هست که توی این لود میکنم، و یوزر رپوزیتوری هم یه رپوزیتوریه که برای این لود کردن ها به من کمک میکنه. آها من یه ایونت هم این وسط گذاشتم، اسمش رو گذاشتم هورا ایونت. گفتم موقعی که یه ایونت خاص اتفاق میفته میخوام اینو صدا بزنم که ویوم بره یه کاری رو انجام بده. یه ایونت خواستم، گفتم وقتی که امتیاز مذهب 5 میشه، وقتی امتیاز مذهب 5 میشه من خوشحال میشم، میخوام اینو صدا بزنم توی ویوم یه اتفاقی بیفته، چیزی برسه. حالا کاری که ما با توی ویوم مدل بکنیم اینه که تمامش از جنس منطقه، یعنی این که چجوری یوزر نشون داده میشه اینجا اصلا هیچ کاری نداریم. یعنی کلاس ویوم مدل اصلا آگاهی از اکتیویتی ها و فرگمنت ها نداره. اگر این بالای این مثلا کلاس ویو مدل مجبور شیم اینکلود کنیم یه چیز کامپوننت یو آی رو، باید بدونیم که داریم اشتباه میکنیم. یعنی اینکه اینجا اصلا هیچ وقت نباید بگیم یه تکست ویو چه شکلیه، یا اینکه یه ویو در مثلا یه تکست ویو سمت راستش کیه، تکستش الان چیه. کاری که انجام میشه اینه که خود ویو هر اتفاقی که برش اتفاق میفته رو به ویو مدل میگن با تاورهاش، و ویو مدل میاد لایو دیتا هاش رو آپدیت میکنه. مثلا اینجا اون ایونت هورایی که من گفتم، موقعی که اتفاق میفته ما نمیریم یه تکست ویوی که یه مت داره رو اینبل کنیم، کاری که میکنیم میایم توی این هورا ایونت درست میکنیم، ایونت سیت میکنیم.